خیلی قدیه مورده باشه مجلس میشه. واقعا گلکاشی رو خیلی پر بود ولی تو مثل همیشه طرف شل کرد. تبریک میگم بابا، نباشی من به وجود تو افتخار میکنم. منم همینطور زن قشنگ و دوست داشتنیه. من تو همه چیز منی، زندگی من بدون تو معنی نداره. تو باید افتخارم. از خدا میخوام همیشه تو رو واسه من سالم و سر حال نگه داری. من تو رو دارم، هیچ مصیبتی ندارم، تمام وجود من متعلق به تو عشقم. شما با این عشق و علاقه این دیگه از خدا چی میخواین؟ امیدوارم شما زن و شوهر همیشه مثل حالا خوش و خرم ببینید. خب من نیلوفر میرسونم خونه تا خودشو حاضر کنه. ان شاءالله که دعوت امشب ما رو فراموش نکرده. ساعت 8 و نیم کاباره طلایی. خب بده فعلا یه دوش استری بگیر تا حالت جا بیاد. خدا حقیقت شوهرتون رو بهتون تبریک بگم. نیم ساعت پیش تلویزیون داشت جریان مسابقه شون رو پخش میکرد. خیلی عالی بود. واقعا مرد با قدرتی. بفرمایید بشینید. شب بعد دارم شب نشینی باشه یه وقت دیگه. خواهش میکنم بفرمایید. شما همیشه میگین باشه یه وقت دیگه. رنج میشه. آخه نو سلامتی، ما همسایه هستیم. خب خوش میگذره. یادم نه دستشو بخواین میخوام از شوهرم طلاق بگیرم. همین روزاست که یه نفس راحت میکشم. همه مردا که مثل شوهر شما نمیشین. دوست دارین ولی نمیفهمم شما که اینقدر پول دارین و تو راحتی هستین چطور نتونستین خوشبخت بشین؟ پول بله،
ولی راحتی نه. فقط عشقی که میتونه خوشبختی بیاره مثل شماها. میلی خانم، این گردنبند ناقابل از من قبول. متشکرم، خجالت هم دادی. میدونین من وقتی زن شوهر خوشبختی. متشکرم، این همون گردنبندیه که همیشه خودتون میندازین؟ نه درسته، منتها این نصف اونه. آخه چرا این کارو کردین؟ چون ازش خوشتون اومده بود من این کارو کردم. هیچ وقت فراموش نمیکنم. خب دیگه بهتر اصلا حرفشو نزنی. با اجازتون من دیگه میرم. حالا دیگه نوبت شماست که بیاین خونه ما. یادتون نره همش تو قدم راست. من بهرام از داشتن دوستای مثل شما خیلی خوشحال میشم. الان سه نفر هستیم. چطور؟ حرف بزن. خب یکی بنده، یکی گربم و یکی آه بجز. پس من به بزرگترین آرزوم رسیدم. منم همینطور. بس به سلامتیش و مزاحم همیشگی برنش جواب. نه تو باره بزنم. آخ تو چه حالی بود. خلو اچه نمیای بچه یه تونم همینجوری قول میدیم بابا فاشیم بیه چشم ما به در خوش شد عجب بیخیال هایی هستیم کی؟ ها؟ آه خیلی خوب تا نیم ساعت دیگه ما اونجا هستیم زیاد جوش نزن بیا مسعود با تو کار داره نده من چیه چه خبرته باز تو شلوغ کردی چی کار به کار ما داری؟ تو میشین عرق تو بخور تو ما برسیم خسته شدم بابا بگی تو جوابش بده راستی بهرام برو اتاق بالا خوب بگرد یه کادو واسه خریدم پیداش کن بیاش میگم چاخان نمیکنی که مگه من مثلا اوه چقدر پر حرفی چرا نمیری سر میزتون بشینی ها برنامش خوب نیست خوب کاری نداره تو برو رو زن یه رقص عربی واسه مردم بکن ها تو غلط میکنی اگه بهرام بفهمه چی بهم گفتی زبون تازه میکشه بیرون نه اینجا نیست که بشنوه رفته اون اتاق یه کادو براش خریدم پیدا کنه بیاره گردنبند معروف شو واکن ببریم تصادف نکرده باشه نفوس بدنم درم که بازی یا تو ولی مثل اینکه بهرامو میشه نجات داد پاشو تلفن بزن یا آموش بود و عجله کن معطل نشو
خیلی خوب گرفتن. چه جوری خانواده این مردی رو به هم میریزن. اصلا تو میتونیسی فکر کنی یه بلایی سر این بیاد. چه تو شد آقا گرکیو؟ نگران نباشید، شانس خیلی بهش کمک کرده، اون زنده میمونه. خدا رو شکر. گلوله از بدنش بیرون آوردیم. خوشبختانه دست پاچگی قاتل باعث شده که گلوله جای حساس نه. بنابراین چندان صدمه ای ندیده. فقط کافیه چند روزی تو بیمارستان استراحت بکنه. خب الحمدلله. دکتر چه میشه با شرط؟ فکر میکنم اگه امروز مزاحمش نشید بهتر باشه. میتونید برای اینکه به حال طبیعی برگشت باش صحبت بکنم. ممنونم دکتر. منم متشکرم. قربون شما. برید یه سری بهش بزنید. چه نه، ما چه الان کاری از دستمون ساخته نیست. این وقتی به هوش اومد میایم سراغش. بیا دیوونه بازی در نگیر. بیا. Bien soffo, c'è che uno così bien soffo, un zareno, uno omita la buccia, e il mio amato, gli posso ne tu, ho ingasso, mi chiuso. آره چی شده تو خواب هزیون میگه حالا یه آمپول مسکن بهش میزنم کاملا آرومش میکنه حالا دسته مرتبه همین حالت بیشتر خانم دکتر شما نگران نباشید الان آمپولش درد بلا تو سرم بخوره یه خود زودتر برام جون حرف بزن حالا چطوره حالا بهتر شده داشتم خواب اون نامرده رو می مگه به چنگم نیفتم خب. همونطور که خودت خواسته بودی بردیم تو مقبره خانوادگی خودشون به خاک سپردیمش دکتر گفت 3-4 روز دیگه میتونی بری خونه نه صحبت اون خونه رو دیگه نکن تصمیم گرفتم اون خونه لعنتی رو فراموش کنم دیگه پامو تو اون قبرستون نمیذارم هیچ چیز اونجا به دردم نمیخوره ولی اسباب اساسیش چی میشه همینطور که نمیشه ولش کرد برام چون همه رو بفروش پولش رو لازم دارم ببین بهرام جون تو دوست منی و اگرم نبودی این وظیفه من بود که در این موقعیت به تو کمک بکنم برای این کار لازمه که تو هرچی رو شنیدی یا دیدی برای من تعریف بکنی نکنه کسی با شماها خورده حسابی داشته ابدا منظورتون نمیفهمم بازن کسی دشمنی چی؟ نیلوفر اون طفلک معصوم حتی مورچم نرسیده بود پس اینا کی بودن؟ چی میخواستن؟ چند دفعه بگم من اصلا اونا رو ندیده بودم به نظرم اونا از دیدن من تو اتاق تعجب کرده بودن دست اصلی اونا کشتن نه حتی فکرشم نمیتونم بکنم ناراحتت کردم خیلی معذرت میخوام ترتیبی دادم عکس تمام افراد نابابی که با پلیس و دستگاه عدالت سر و کار پیدا کردن الان بیارن اینجا با دقت همه رو نگاه کن شاید بتونی پیداشون کنی بیا تو متشکرم بفرمایید بیا تمامشون رو با دقت نگاه کن بهرام جون من میرم یه سری به اتاق رئیس میزنم و برمیگردم تو فکر چیزی نیست گوش بده بهرام من اخلاق تو رو خوب میدونم نکنه به فکر افتادی شخصا انتقام زنت بگیری اما بهت بگم اگه دست از پا خطا کنی قانون با تو همون رفتاری رو میکنه که با قاتلین نیلوفر خواهد کرد رجولی میشه آخر آقا اصلا قدره چه اونم نمیشه راننده کامیونه والا نمیشه خیلی خوب خدا خوش اومدید دوستان من
داشت. شما یه نفر به اسم حسن قدره میشناسید؟ نه از ما کسی به این اسم نمیشناسم. معذرت. خدا حافظ. قربان. شما تو کارگره اینجا حسن قدره داری؟ نه آقا جان، به خدا من نمیشناسم. تازه اینجا آمدم از اون پایین تریا به فوت شاید بلد باشم.
ما دیگونه دیگه هم پیدا میشه که تو این هوا بیاد آفتن دوستی که مسته یه بریم توی شهر میگرده چیکار داری به مردم موجب سختم این موقع سای کمتر مشتری برام میریسه تا یه نفر این نفرم میخواد درسته بخورمش مخصوصا اگه جوون باشه پس با یه مهمونا کنم مهمونی تو کار نبود تو که دیروز اومدی ویلا خواستی من از تو خوشم اومد تو رو دعوت کردم که با هم مهمون بازی کنی جونی آخه نداره تو چند تا گیلاس بنداز بالا که به من برسه این نهار خوبم برات پختم که دست پختم و بهت نشون بدم عزیزم همسایه خودت اسمشم گیسوه گفتی اسم این جباره ها؟ آره گفتم حرف اونو نزن نو مثل اینکه حالم خیلی بده دوست دارم بخوابم یا منو بخوابم بقل خونه جب مچم کن خوشگله خوزم مچم کن چه خودت کشیدی عزیزم چه لبای خوشحالتی دارم دفعه
دلیل لازم دارم. نه متشکرم. بفرمایید. خب حالا رد کن بیا. چی چرا رفت؟ پولایی رو که به زور کتک اون دختری گرفتی. زود باش رد کن که لازمش داره. کدابه که در رحمت به خدا ما خودمون یه پا باج بگیریم. تو میخوایی ما رو ترکی کنیم. اسرائیل شما رو ترکی کنه. نمیدونستم این سو خانم آقا بال سرم داره. خفه جبارون دست من سپرده. این به بعد اختیارش دست منه. شاخا نکن جبار الان تو اسفانه روش. همونطور که اون به زور از تو گرفته بود ما به زور ازش گرفتیم. از عباس؟ آره از عباس. خب پس بده مال خودت. نه بهت میدم اما به شرطی که بگی جبار کجاست. جبار کیه؟ خودت به اون را نزن. من میخوام باش معامله کنم. اگه نگی من میرم یارو میه سراغت بهت رحمم نمیکنه. خیلی خوب. آخرین خبری که ازش دارم اینه که مدتی تو اصفهانه. پس جفتمون با هم میریم اصفهان. با هم میریم؟ آره حق سر. میکنم جبار داره دستش بیشتر اوقات میرن تو قهوه خونه عبدال که سر راه شیرازه. اگه بخوای بریم بلده. پس وقتو نباید تلف کرد. پاشو بریم سراغشون. بریم. بله. Yalla. Tut başı.
دکتر پیدا شده. من میرم طرف کارخونه. بهش بگو هوای کارو داشته باشه. خیلی خوب. تعجب میکنی درسته؟ تو کجایی؟ من الان احوازم برای بچه ها من اوگردم میشه جبار جان خالی با هم رفته بودیم قایق سواری. یا اون وقتایی افتادم که من و تو هم با هم یه همچین روزگارایی داشتیم یادته؟ اما این آدم های عوضی که دوره برای تو بودن رو بر نظر داشتم برای هم دسته که پردم برسته من جلوی چشم آدم بچه سیچه بدم ببینم برای همین تلفن کردی که این مزخرفاتو بگی؟ سر به سرت بذارم جریانش مفصله. یه بابایی الان چند وقته داره جبار رو تعقیب میکنه. اتفاقا الان دیدمش. نمیدونم چرا جبار تا اونو دید فرار کرد. به من گفت میره کارخونه. خواست به تو تلفن کنم که هوای کارو داشته باشی. شما تلفن بردسنی. این عوض تشکر کردنته؟ نه جانم ناراحت نشو. آخه هر حرفی رو که نمیشه پای کردم. خواهش میکنم نگو. خیلی خوب. این شد یه حرفی. الان میام. خدافظ. از این کارا دست بر میداری دست چه قولی به من دادی؟ آره حالا هم سر گلم بایستدم من یه موی تو رو نمیدم به سر از این زنم اگه موفق باشم با هم میریم تمام دنیا رو میگردی حالا برو تو اون اتاق وقتی این دختر میاد تو نیچه نبید
هست و کسی اون کارخونه رو بلد نیست. با دو سه نفر از بچه ها برو اونجا، ترتیب برگشتنشو بده. برو جون، برو. خیلی خراب شدتون کجاست که دار دست شما توش لونه کردن؟ نکنه کلک زده باشی بی پایین قاتل. ببین من فعلا دستو واز میکنم که بهم کمک کنی. اگه فکر شیطونی به سرت بزنه لای همین ماسه ها چالت میکنم. فهمیدی؟ مطمئن باش هرچی بگی گوش میکنم. حرفی که زدم من بهش عمل میکنم. یالا مشغول شد زیر سپره میگه بکش بالا. باید دورو بر من باشه. حالا شوهر این نرخر که خودش در انتقام خونه زنشو میگیره. فرمان بهش میگم پنج آهنی. اینطور که میگم باز داره پس ده نفر بر میاد. خیلی خطرناکه. هر چی میخواد باشه، به موقعش خدمت اونم میرسم. فیدم با حسب این سراغ زیبا زنم که اومده تو خورم شد کردین خورم با دسته کمشین. نجات بکنیم. نجات شما غیر ممکن. غیر ممکن. گرمه. من نمیتونم. نمیتونم. تو چی از جون من میخوای؟ دیگه رمق بازم نمونده. نمیتونم را بیا. چرا منو نمیکشی؟ بکش راحتم کن. چرا؟ جونم به لنم رسیده. چرا اینقدر برای حضور میدی؟ آخر رم داشته. من یه نگاهی نطرف کنم بلکه آبادی چیزی به چشم بخورم.
خودم میدونم که مردنیم. پس زودتر راحتم کن، منو بکش. خودتم چند نفس داری از این جهنم خلاص کنی؟ من اینجا رو مثل کف دستم میشناسم. پشتومی تپارا از که به اونجا یه کارخونه نیمه تمومه یه چهار آدم داره. بیا حرف منو گوش کن. ببین قاتل، که حالا دو سه دفعه خواستی کلک بزنی، ولی من واسه اینکه ببرم تحویل پلیس بدمت، با کشتن صرف نظر کردم و اهمیت ندادم. این دفعه‌م حرفتو گوش میکنم، ولی اگه بوی کلک بشنوم زنده زنده تو این بیابونه برم و همه خلاصه قید همه چی رو میزنم. بس حواسی جمع کن. من سالا به هیچ کس دروغ نگفتم. من مردم. کاشو تا شب نشده برسیم به اون کارخونه. وقتی خودمون رو میزون کردیم راه میفتیم میریم پیش بچه ها. از کارخونه چه راهی نیست. باشه باشه جون مکن بزنیم. باشه نجات پیدا کردیم. اونجا کارخونه است، همون جایی که چاه داره و منو تو رستش دیگی نجات بیده. بیخلا را بیافت. کاره چجوری بندازه تو تو دلعه اینه تو قایمی بشی خانمی. خوش اومدی خانمو. حالا بیشه زمین همه این مشته آب داشتن یا مشته نازرینش بذارین آب بش بدیم بعد. خوب ثابت کردیم مردی. حالا کجاشو دیدی؟ ماکسیم فورا برو به تیمور خبر بده بکسوره تو دست خودمونه. چشم بیا این جناب فیره بگی دست و پاچه بابم بیاریش بالا. میخوام ببینم این چه ازرائیلی رو مچلی کریده. باشا خب اون که رفت، ما بریم پیش. بریم خانمی. دیدی من خراب بردم ات. تو هیچ وقت نمیتونی حریف ما بشیم. بیا یه خورده این عتشی داری بیای بیای تشت لبه خونی جیگر. اما مواظبه باشا اگه زیادی بخوری میترسم دلی داردی بگیری. خلاصم بابا ولی بابا من بیایی باید جبار علنی علنی پیل رکه از بارت خاولی اونجا اونجا که سر قربونی میکردن منی سازی میزدم و تو هم نقاره. منی سازی میزدم و تو هم نقاره. ای آقا یه تشنه لبی ما الان میرم از سکاریون البگیره از پایین بیرم. اما مبذب باشه اگه کتری به جوشی اومد منو صدا بکن. ای نو مردی دیدی دی بات ای نو آورده.
عوض دستگی پاشون بارین یا چه چاپ بیارین تا فاطمه دو قدم رد کنین و بیارین باچه رو واسی تو هم برو کمکشون بچه رو واسی من هم اومدن آخ خلا عقدا چی میگوش بیا بیرون ور پری بی بیرون شب اومد عشق تو خوش چون بلا جردونه تم اونا رو پرترم پیه نخوصی ها جوش آوردن و این صحبت ها همش نقشه بود من خودم تو ماشین ها بیارم به دیگه ماشین پر کنم من عشق من هم واسه تو جوش آوردنم بیا خون بیا یالا سوار شو حالا کلا عقدا چی میگوش شب اومد عشق تو شما چطور رو تو رونو؟ آخه من تازه اومده بودم خرمشهر. نفهمیدم خرمشهر واسه چی؟ چهار نفر به دستور شوهرم منو دستگیر کردن آوردن اینجا. ولی اون مردی که کاغه میخواست منو به زور برداره و تنهایی فرار بکنه. خیلی معذرت میخوام. مثل اینکه زندگی شما قرقاتی شده. نه. آه خیلی. خب شما اینجا چیکار میکردی؟ ولی جریان من خیلی مفصله. فعلا باید هر چه زودتر از این محل دور بشی. چون ممکنه یه راه دیگه جلومون سبز بشن. اگه بریم خونه ما راحت‌تر میتونیم حرفامونو بزنیم. خونه شما؟ بله من تو خرمشهر یه منزل دارم. اونم یکی از چند تا خونه یکی از پدرم به ارث رسیده. اگه موافق باشین میریم اونجا مفصلا حرف میزنیم و تعطوی تمام غذایا رو در میاریم. بابا رئیسی خیلی عصبانی شده میگم چطوره با هم همدستی بشیم زیبایی رو نجاتی بدیم او بعدن تو روزنامه ها خوندم خیلی واسه شما ناراحت شدم آخه من خودم خیلی خبریم بابا رئیسی خیلی عصبانی شده
میگم چطور با هم همدستی بشیم زیبایی رو نجاتی بدیم. بعدن تو روزنامه ها خوندم، خیلی واسه شما ناراحت شدم. آخه من خودم رو مقصر میدونم، بلاهایی که سر شما و خانومتون اومد همش تقصیر من بود. متوجه نشدم به شما چه ربطی داشت. میدونی آخه من زن ثروتمندی هستم، پدرم برای من ارث زیادی باقی گذاشت و همین ثروت بوال گردنم شد. چرا این رو واسه من تعریف میکنی؟ اجازه بدی، ثروت من باعث شد که خواستگارای زیادی دوروبرمو بگیرن، ولی از میون اون همه آدمای حسابی من مردی رو انتخاب کردم که الان شوهرم. اول خیلی با من مهربون بود، ولی رفته رفته اخلاقش عوض شد. اون آدم دوست داشتنی به کلی تغییر شخصیت داد. بیشتر شبا خونه نمیومد، وقتی هم پیداش میشد آرزو میکردم زودتر برگرده. رفتارش برام غیر قابل تحمل شده بود، تا اینکه فهمیدم فقط نظرش به مال ثروت منه، نه خود من. چند بار خواستم ازش طلاق بگیرم، ولی منو تهدید به قتل کرد. این موضوع رو به یک دو نفر از دوستام گفتم. متاسفانه اونا منو به صبر و تحمل تشویق میکردن، میگفتن مرد گریزپا رو باید با محبت به خونه برگردون. خلاصه برای پیدا کردن راه نجات به هر دری میزدم، تا اینکه به بهانه اومدم تهران. میخواستم از دستش شکایت کنم و طلاق بگیرم، ولی پس از جریان شما فهمیدم که اون واقعا قصد کشتن منو داشته و زن بیگناه شما بی جهت این وسط قربونی شده. درست متوجه نشدم، ممکنه بیشتر توضیح بدین؟ اون شب اون سه نفر به دستور شوهرم برای کشتن من اومده بودن، نه زن شما، ولی بازی تقدیر رو نمیشه پیش بینی کرد. سرنوشت اینطور خواسته بود که زن معصوم و بیگناه شما به دست اون جانی ها از بین بره. باور کنی هر وقت یادش میفتم بی اختیار اشک میریزم. صبر کنیم ببینم، گفتین اونا به سراغ شما اومده بودن؟ درسته. پس چرا وارد اتاق ما شدن؟ بیچاره نیلوفر من، بیچاره. خیلی ساده است، اونا باید می اومدن طبقه سوم، اومدن طبقه دوم، یه طبقه اشتباه کردن و در اثر همین اشتباه وارد اتاق شما شدن. پس تمام این جریان رو اصلا یه اشتباه به وجود اومده؟ من حال شما رو می فهمم، خیلی هم ناراحتم. بعد از اون واقعی اسفناک مدتی خودم رو قایم کردم چون خیلی ترسیده بودم، ولی بعد به این نتیجه رسیدم که شوهرم خیال میکنه من کشته شدم. این بود که مخفیانه اومدم خرمشهر و خواستم غیر مستقیم برم مچشو باز کنم و کاری کنم که او به گناه خودش اعتراف کنه. اتفاقا برای منم یه همچین نقشه‌ای داشتن، ولی شانس کمک کرده در رفتم و هنوزم امیدوارم قاتلین زنمو دستگیر کنم و تحویل پلیس بدم. ببینم شما چرا مستقیما به پلیس مراجعه نکردین و از اونا کمک نخواستین؟ آخه دختر کوچولوی عزیز من تو دستای تیمور اسیره، اگه دست از پا خطا کنم نابودش میکنه. اینه که نمیدونم چی کار کنم. این آقا با شما کار داره. اوه سلام. سلام بهرام، بفرمایید چه عجب است. سلام با خانم زیبا آشنا سروان از دوستان دور شخصی منه. خواهش میکنم بفرمایید بشینید، من یه نوشیدنی سر براتون بیارم. حالا چطوره سروان؟ خیلی خوشحالم که میبینم. بد نیستم. خیلی متاسفم بهرام، میخوام خبر ناگواری بهت بدم. اومدم تو رو به جرم آدم کشی و دخالت در کار پلیس توقیف کنم. توقیف؟ بله. من تا حالا آدم نکشتم و اگرم کسی مرده تقصیر من نبوده. من فقط سعی داشتم خودم قاتلین نیلوفر رو دستگیر بکنم و خیال میکردم که به پلیس کمک میکنم. کمک؟ من از تهرون تا اینجا رد پای تو رو گرفتم و همه جا خون دیدم. نه تو دیگه شورشو در آوردی بهرام. اشتباه میکنی سروان، اجازه بده از سیر تا بیاز تمام قضایی رو برات تعریف کنم. دریا بشه و آبم از آب تکون نخوره.
بهترین راه اینه. سلام عزیزم. طلبی بود. منم دلم میخواد باور کنم، ولی تو هیچ مدرکی نداری که حرفاتو ثابت کنی. درسته، حق با توه. ولی تو فقط یه خورده به من مهلت بده. اگه نتونستم تیمور رو تو دام بندازم و ازش اقرار بگیرم، اما هر کاری خواستی بکن. اینطور که تو توصیف این مرد جنایت کارو کردی، به نظرم آدم زرنگی میاد و خیال نمی کنم به این سادگی هم دم به تله بده. خواهش میکنم حرفشو باور کنین جناب سرگان. منم بهتون کمک میکنم که عامل اصلی این جنایت دستگیر بشه. الان وضع طوریه که تیمور خودشو کاملا در خطر حس میکنه و تا وقتی که زیبا زنده است آروم نمیگیره. من حدس میزنم دیر یا زود کاری میکنه که زیبا رو از اینجا ببره و اون وقت ما وارد میدون میشیم و دستگیرش میکنیم. شما فکر میکنین تیمور تا این حد پیش بره که شخصا دست به کاری بزنه؟ از اون هرچی بگیم برمیاد. تا به مقصودش که کشتن من نرسه آروم نمیگیره. به طور موقت من حرفای شما را قبول میکنم، ولی بدون این که باید از این به بعد تحت نظر این دو نفر من شما کار دارن. هر چی گفتم منتظر نشدن. چی میخواین؟ چلا چه سورا شردیم با بابار شنر دکار رفت دبار بیرو دبار ربیو ربیو چرا واسه دی منو هسته خارجی میکنی؟ ربیو برو جلو تا مخطا باهونی نکردم بابا برو چون هر صفی کاری به کارتون نمیری باشه. باش بگو شما دو نفر از طرف کیون باید کردن کلمه کلمه هر فرقومت میکشن بیرون هر فرقم رسش اینه که تیموری به مدت تو ریداد زیبای رو ببره پیشش میخوا با کشتی بره ریکن. الان کجا هست؟ علنی تو بندری اطلاع شماره نهیتو نمیر. بخوای ساکت باشی جرمتون دو برابر میشه. من پلیس هستم، اگه حقیقت رو بگین کمکتون میکنم. حماقت نکن، حرف بزن. تیمور ما رو فرستاد تا زیبا رو ببریم پیشش. اون تو اسکله شماره نه. گشتی شماره 107 به پلیس بندر. اسکله شماره 9 رو تحت نظر بگیرید. کاملا مراقب باشید. الان افراد تحت نظر به سمت کشتی در حرکت هستند. مراقب باشید. تمام. مسی که تا اینجا خوب اومدی. آره بد نم. نظر تو چیه سروان؟ چم چم دارم حق رو به تو میدم بخم. بابا.
کن که شهر دوستان منه و احتیاج به گذرنامه و تشریفاتش نیست. یالا را بیفتیم. نیم ساعت دیگه حرکت میکنه و ما رو میبره جایی که یک عمر بدون مزاحم زندگی کنه. پلیسی حرکت کنه. اگه بکشتن این خطا ازتون سر بزنیم بچه رو آنی میکشم. هفتیره تو بنداز. گفتم هفتیره تو بنداز. نه به بچه هم رحم کنی. بلش کنی. به خدا بلش کنی. اون گناهی نداره. خیلی خوب. برین گمشی. بلاش.